درود بر شما مهمان یاران گرامی. میدونید که در تورات عهد عتیق نوشته شده که ایران بر 134 کشور حکم میرانده با میل و رغبت خودشون، از جمله مصر زیر پوشش دانش و امنیت ایران بوده، بعد اونجا فروهر میره و با عنوان عروس مصر میمونه و تا به امروز یکی از خدایان مصر هست. فرعون یعنی پادشاه، شاهنشاه، و فروهر یکی از الهه ها بوده. میبینین این در مصر هست، همون فروهر خود ما هست که عروسی میکنه با. حالا این چفیه که رو سر من هست، میبینید این رو تمام اعراب، هر کی در صحرا زندگی میکرده و میکنه، میذاره رو سرش. زن و مرد هم نداره، نه زن نه مرد، همون روسریست که زن ها سرشون میکنن، چفیه ای که عرب ها میذارن سرشون، عمامه ای که آخونده بلندترش کردن میچرخونن. این رو فقط برای این که از گرد و غبار و گردبادهای شن در صحرا در امان باشن، این رو سرشون میکردن، فقط مال این بوده. بعد تو اسلام اومده، تا الان هم زنای ما رو روسری سرشون کردن، بیچاره کردن، بدبخت کردن. یک مسئله صحراگردی بودی و واقعا امامه روسری و همین چفیه نشانه صحراگردی است.